چند بررسی روانشناختی در مورد مظلوم ماندن هزارها. بررسی جنبه های روانی پشت سرکوب هزارها مستلزم بررسی ابعاد تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که به وضعیت حاشیه‌ای آنها کمک میکند. توجه به این نکته مهم است که این پاسخ یک تحلیل کلی است و ممکن است تمام تجارب و تفاوت‌های ظریف هزارها را در بر نگیرد. در این ویدیو من به 8 جنبه مهم اشاره می کنم چرا هزارها مظلوم باقی ماندند. یک، آسیب تاریخی. هزارها سابقه آزار و شکنجه را از قرن‌های قبلی تجربه دارند. آسیب‌های تاریخی می‌تواند تأثیر روانی عمیقی بر جامعه هزاره داشته باشد و به خاطره جمعی از قربانی شدن آنها منجر شده که آسیب‌ها را در نسل‌های بعدی منتقل کرده‌اند. این معضل به احساس آسیب‌پذیری، به اعتمادی و باور عمیق به حاشیه‌نشینی آنها بیشتر کمک کرده است. 2. تعصب و تبعیض قومی. تبعیض قومی اغلب از یک پدیده روانشناختی به نام سوگیری، درونگروهی، برونگروهی ناشی می شود. کسانی که به عنوان بخشی از یک گروه خاص داخل گروه شناسایی می شود و ممکن است نسبت به افراد خارج از گروه برونگروه تعصب داشته باشند. هزارها به عنوان یک اقلیت قومی قربانی چنین سوگیری هایی شده اند که منجر به تبعیض و ظلم سیستماتیک علیه خودشان احساس می کنند. 3. کلیشه سازی و غیر انسانی سازی. فرایند روانشناختی کلیشه‌ای شامل ساده سازی و دستبندی افراد بر اساس قومیت آنهاست که منجر به غیر انسانی شدن افراد می شود. به انسانی سازی هزارها توانسته توجیه اعمال تبعیض‌آمیز را برای صاحبان قدرت آسان کند، زیرا آنها از نظر عاطفی از رنج این گروه تحت ستم دور شدند. 4. پویایی قدرت و اقتدارگرایی. از نظر روانی کسانی که در موقعیت های قدرت هستند از دست دادن کنترل قدرت خود می ترسند. هزارها به عنوان یک گروه به حاشیه رانده شده ممکن است به عنوان تهدید برای ساختارهای قدرت موجود در نظر گرفته شده اند. رژیم های اقتدارگرا ممکن است از تاکتیک های مانند سرکوب، سانسور و تبعیض برای حفظ کنترل استفاده کنند و ظلم و ستم هزارها را تشدید کند. 5. چرخه های خشونت. سرکوب طولانی مدت می تواند چرخه ای از خشونت و انتقام ایجاد کند. از نظر روانشناختی این چرخه می تواند خود ماندگار باشد، با هر عمل خشونت آمیز روایت قربانی شدن را تقویت می کند و چرخه ای از انتقام را تداوم می بخشد. شکستن این چرخه مستلزم پرداختن به زخم های روانی و ایجاد آشتی است. 6. هویت و تعلق اجتماعی. انسان ها نیازی اساسی به هویت و تعلق اجتماعی دارند. هزارها که به حاشیه رانده شدن روبرو شده اند ممکن است احساس تهدید هویت اجتماعی را تجربه کنند که بر رفاه روانی آنها تأثیر میگذارد. این تهدید میتواند به یک موضوع دفاعی منجر شود و بیشتر به شکاف درگیری اجتماعی کمک کند. ترس و ارعاب. ظلم و ستم اغلب شامل ایجاد ترس و ارعاب است. از نظر روانی می تواند منجر به خود سانسوری، تبعیت و کاهش حس عاملیت در میان هزارها شود. ترس از تلافی می تواند اثرات بلند مدت بر سلامت روان داشته باشد و مقاومت و به چالش کشیده شدن ساختارهای سرکوبگر را برای افراد چالش برانگیز کند. 8. پویایی بین المللی. نادیده گرفته شدن ادراک یا رها شدن توسط جامعه بین المللی می تواند پیامدهای روانی نیز داشته باشد. فقدان حمایت خارجی ممکن است احساس انزوا و ناامیدی را در میان هزارها تشدید کند.
برای بیرون شدن از این معضل، درک و پرداختن به ابعاد روانی سرکوب هزارها مستلزم بر روی کرد جامعه است که به آسیب‌های تاریخی رسیدگی کند، همدلی و تفاهم را ترویج کند و در جهتی از بین بردن نابرابری‌های ساختاری که وضعیت به حاشیه‌ران نشده هزارها را خاتمه بخشد تلاش شود. نظرات شما در این زمینه به من کمک می کند تا روی این موضوع بررسی های بیشتری را انجام دهم. امیدوارم این موضوع مورد توجه شما قرار گیرد. از همراهی و همکاری شما سپاس گذارم. Please do not forget to put hands together to like, subscribe and share your comments.